سه رمیه ها و مناسک تبادل ها معمولا به صورت رشته ای جریان دارد این رشته ها بی ترتیب نیست بلکه برنامه ریزی شده است برنامه ریزی ممکن است از سه منبع ناشی شود از والد، بالغ یا کودک یا به طور کلیتر از اجتماع، ذات یا طبع و مزاج از آنجا که نیازهای تطبیق یافتن کودک باید مورد حمایت والد یا بالغ قرار گیرد تا بتواند وضعیتهای اجتماعی را تجربه کند شایسته تر آن است که بیشتر برنامه ریزی های کودک در وضعیتهای خلوت و صمیمی صورت بگیرد یعنی در حالاتی که تجربه های آغازین انجام شده است رویه ها و مناسک ساده ترین شکل فعالیت اجتماعی هستند. بعضی از این فعالیت ها جنبه جهانی و بعضی جنبه محلی دارند ولی اکثرا از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردند. رویه یک رشته تبادل ساده تکمیلی بالغ جهت اعمال نوعی واقعیت است واقعیت به طور کلی دو جنبه دارد ایستا و پویا واقعیت ایستا در بردارنده کل نظم و ترتیب ممکن در جهان است مثلا در علم ریاضی حساب گویای واقعیت های ساکن است واقعیت های پویا را می توان نیروی درونی برای اعمال تبادل در تمام نظام های انرژی جهان تعریف کرد مثلا علم شیمی گویای واقعیت های پویا در جهان است رویه ها بر اساس به جریان انداختن اطلاعات و پیشبینی احتمالات مربوط به ذات واقعیت پیریزی شدند و کاربرد آنها در اسلوب های حرفه‌ای به اوج خود میرسد هدایت هواپیما و جراحی آپاندیس هر کدام رویهی ثابت دارند. روان درمانی هم در صورتی که بالغ درمانگر در اختیار بی باشد و بالد یا کودک او بر وی چیره نشود یک رویه است. برنامه ریزی برای هر رویه اجتماعی بر اساس مواد برنامه و پیشبینی هایی پیریزی می شود که بالغ عامل انجام می دهد. در ارزشیابی رویه ها دو متغیر دخالت دارد. اولا هر رویه را هنگامی می توان به شما را برد که عامل سرپ نظر از هر گونه نقصان احتمالی در دانشش از بهترین امکانات و اطلاعات و تجربیات موجود خود استفاده کند. اگر والد یا کودک در به جاریان انداختن اطلاعات بالغ دخالت کند رویه آلوده می شود و تأثیر کمتری خواهد داشت ثانیا موثر بودن هر رویه بستگی به نتایج واقعی حاصل از آن دارد بنابراین کارایی معیاری روانی است و مؤثر بودن معیاری مادی یک پزشکیار بومی در جزایر حاله در جراحی خارج کردن آب مروارید چشم مهارت زیادی از خود نشان می دهد و از دانش خود به بهترین وجه استفاده می کند. اما از آنجا که دانش او کمتر از دکتر اروپایی در همان بیمارستان است رویه او چندان کارگر نیست. بعد دکتر اروپایی به مشروب خاری می افتد و کارایی او رو به افول میگذارد. در ابتدا نقص کارایی او چندان محسوس نیست اما وقتی لرزیدن دستهایش شروع شد پس از چند سال دستیارش نه تنها در کارایی بلکه در موثر بودن رویه نیز از او پیشی میگیرد بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که بهتر است هادو متغیر رویه کارایی و مؤثر بودن مورد ارزشیابی کارشناسان مبحث رویه ها قرار گیرد یعنی حد اکثر کارایی از طریق آشنایی خصوصی با عامل و مؤثر بودن از طریق ملاحظه نتایج واقعی از نقطه نظر اهداف این کتاب مناسک عبارتند از رشتهی توادل مکمل و ساده و یک نباخت که نیروی اجتماعی برونی آنها را برنامه ریزی می کند. یک رسم نیمه تشریفاتی از قبیل مرخصی گرفتن به تناسب محیط و اقلیم ممکن است متنوع باشد ولی اصول آن ثابت است. حال که مناسک تشریفاتی نماز یکشنبه کلیسای کاتولیک تنوع بسیار کمتری دارد. شکل مناسک را والد سنتی تعیین کرده و قطعیت بخشیده است ولی جزئیات در بعضی موارد با تأثیراتی کم و بیش ممکن است مطابق با زمان تغییر یافته باشد. برخی از مراسم رسمی که اهمیت تاریخی یا سنتی انسانی دارند معمولا دارای دو مرحله هستند در مرحله اول تبادل تحت نظارت سخت و بیچون و چرای والد انجام می شود مرحله دوم مرحله است که والد اجازه می دهد و کودک می تواند تبادل کاملا آزادی داشته باشد که مثلا شاید به مهمانی روابط جنسی دست جمعی در سر و سر شب منجر شود. بسیاری از مراسم رسمی بدون به صورت رویه هایی با آلودگی شدید ولی نسبتا کارارا کارا آغاز شد. اما با گذشت زمان و تغییر شرایط اعتبار خود را به عنوان یک رویه از دست داد. حال آنکه اجرای صرف مراسم فقط سودمندی خود را به عنوان عملی بر پایه ایمان و عقاید سنتی حفظ کرد از لحاظ تبادل این مناسک نشانگر دستورهای والد است در جهت دور ماندن از خطا و گناه یا دستیابی به اجر و فیض در هر صورت مناسک فرصت های امن و اطمینان بخش و اغلب لذت بخش برای ساخت زمان به شمار می آید. از لحاظ شناخت بازی ها مناسک غیر رسمی اهمیت بیشتری دارند. مثلا مناسک سلام و احوالپرسی آمریکایی بین آقای الف و آقای ب بسیار آموزنده است. آقای الف سلام صبح بخیر ب سلام صبح بخیر الف هوا گرم نشده احوالت چطور است ب چرا اما انگار میخواهد باران بیاید خوبم متشکرم تو چطوری الف خوب مواظب خودت باش قربانت ب میبینمت به امید دیدار الف خدا حافظ ب خدا حافظ این گفتگو مسلما برای مبادله اطلاعات نیست زیرا اگر اطلاعات و اخباری هم هست به خوبی پنهان نگاه داشته شده اگر آقای الف میخواست از حالش بگوید دست کم پانزده دقیقه طول میکشید و آقای به هم که آشنایی مختصری با او دارد چنین وقتی ندارد این رشته تبادل را به راحتی میتوان تحت عنوان منسک هشت نوازشی شناسایی کرد. اگر الف و به عجله داشتن بیشک هر دو ممکن بود منسک دو نوازشی یعنی سلام سلام قناعت کنند. از طرف دیگر اگر آنها شرقی سنتی و پرحوصله بودند ممکن بود منسک دیویس نوازشی را اجرا کنند و بعد به اصل مطلب بپردازند. در هر صورت در اصطلاح تحلیل تبادل الف و ب با همان هشت جمله سلامت روح خود را اندکی بهبود میبخشند و دست کم در وضع موجود مخشان نمی پکد و هر دو می توانند با خوشحالی دنبال کار و زندگی خود بروند. منسک بالا بر اساس محاسبات ابتکاری و دقیق دو طرف پایه‌گذاری شده است. فرض بر این است که در این مرحله از آشنایی آنها در هر ملاقات باید چهار نوازش رد و بدل کنند آن هم حد اکثر روز یک بار اگر آنها مثلا پس از نیم ساعت دوباره به هم بر بخورند و کار به خصوصی با یکدیگر نداشته باشند از مقابل هم رد می شوند و حرفی نمی زنند یا شاید فقط یک اشاره سر یا یک لبخند به دیگر تحویل دهند این محاسبات نه تنها برای زمانی کوتاه بلکه برای مدتی طولانی حتی ماها نیز به همین ترتیب در مغز نگاه داشته می شود. آقای مورد آقای جه و آقای د را بررسی می کنیم که در محل کار یا زندگیشان هر روز مثلا یک بار همدیگر را می و منسک دو نوازشی سلام سلام را اجرا می کنند و دنبال کار خود می روند. آقای ج برای یک ماه به تعطیلات سالانه می رود. فردای روز بازگشت مطابق معمول به د برخورد می کند. اگر د اگر در این موقعیت د مثل روزهای قبل فقط بگوید سلام و رد شود ج مسلما ناراحت می شود و مخش کمی می پوکد بنا محاسباتش او و ده تقریبا سی نوازش به همدیگر بدهکارند این مقدار را می توان در چند تبادل فشرده گنجاند به شرط آنکه جملات و طرز بیان آنها به اندازه کافی نوازشگر باشد جملات ده می شود به شرح زیر باشد هر واحد از لحاظ شدت و کشش مساوی با یک نوازش است جملات ده سلام یک واحد خیلی وقت است ندیدمت دو واحد راستی کجاها رفتی پنج واحد چه خوب خیلی جالب است چطور بود هفت واحد رنگ رویت که عالی است چهار واحد خانم و بچه ها هم بودند چهار واحد خوشحالم که می بینم سلامت برگشته ای چار واحد خدا حافظ یک واحد این به آقای د مجموعا 28 واحد میدهد که دو واحد کمتر از نصاب یک ماهی است اما هم او و هم آقای ج می دانند که روز بعد این خواستی نیست جبران خواهد شد همانطور که حساب آنها تا کنون تا حدی صاف شده است پس از دو روز آنها دوباره به روال منسک دو نوازشی روزانه سلام سلام خود برمیگردند اما حالا آنها یکدیگر را بهتر میشناسند یعنی هر کدام میداند که دیگری قابل اعتماد است و این اعتماد احتمالاً برای تماسهای اجتماعی آینده آنها سودمند خواهد بود عکس مورد فوق نیز قابل توجه است آقای ه و آقای ت همیشه منسک دو نوازشی روزانه سلام سلام را اجرا می کنند اما یک روز ه بدون هیچ دلیل و علتی پس از سلام کردن ناگهان می و می پرسد چطوری و مکالمه مقشوش بین ه و ت به صورت زیر انجام می گیرد ه سلام ت سلام ه چطوری ت خوبم تو چطوری ه عالی هوا گرم نشده ت چرا اما انگار میخواهد باران بیاید ه از دیدنت خوشحالم ت من هم همینطور متاسفانه باید عجله کنم و تا تعطیل نشده به کتابخانه بروم خدا حافظ هه خدا حافظ آقای ت در حالی که با عجله دور می شود از خودش می پرسد. این چه شده بود امروز مثل بازاریاب های شرکت بیمه رفتار می کرد به زبان تبادل حیلت او را می توان به دین صورت بیان کرد من فقط یک نوازش از او می خواستم. چرا پنج تا رد کرد نمایش ساده ولی تکان دهنده دیگری از این گونه تبادلهای رسمی و حقیقی موقعی است که مثلا آقای یه مطابق معمول به آقای که سلام می کند و آقای که بدون جواب رد می شود اکسل عمل درونی آقای یه چنین خواهد بود چه شده بود؟ یعنی من یک نوازش به او دادم اما او چیزی پس نداد و اگر آقایی که چنین کاری را با خیلی از آشنایانش تکرار کند مسلما وضعش در اجتماع قابل بحث خواهد شد در برخی از موارد تشخیص و تمایز میان رویه ها و مناسک نزدیک به هم مشکل است مردم عادی تمایل دارند رویه های حرفه‌ای را مناسک قلمداد کنند حال آنکه عملا هر نوع تبادل ممکن است بر اساس تجربیات صحیح و حتی حیاتی بناگذاشته شود ولی مردم عادی زمینه فکری کافی برای درک آن نداشته باشند برعکس در بین حرفه‌ای ها نیز این تمایل وجود دارد که برای عناصر مربوط به مناسک که هنوز با رویه هایشان عجین است منطقی بتراشند و عقاید مردم عادی اهل شک را به عنوان اینکه آنها قبه درک کافی ندارند رد کنند یکی از راههایی که حرفی های پروپاگورس به کمک آن ظهور رویه های خوب جدید را جلوگیری می کنند آن است که به این ربیه ها بخندند و آنها را مناسک تلقی کنند و بدین ترتیب است که مبتکران بیشماری همچون زمل وایس به طاق نسیان سپرده می شوند. جنبه مشابه و اساسی ربیه ها و مناسک این است که هر دو قالبی و یک نواخت هستند. یک بار که تبادلی به عنوان رویه یا منسک شروع شد وقوع رشته کامل آن قابل پیش بینی است و جریانی که گویی پیش از پیش برنامه ریزی شده است به دنبال آن خواهد آمد تا پایانی برسد که آن نیز گویی از قبل پیش بینی شده است مگر اینکه شرط خاص و حادی در این میان دخالت کند فرق بین رویه ها و مناسک در اصل پیشداوری نهفته است رویه ها را بالغ برنامه کرده و مناسک را بالد اشخاصی که در مناسک احساس ناراحتی و ناجوری می کنند یا در آنها به خوبی نمی اغلب از شرکت در آنها تپره می روند. و لبیه ها را جانشین آنها می کنند. اینها کسانی هستند که مثلا در مهمانی ها حاضرند به میزبان در تهیه خوراکی ها و نوشیدنی ها و یا پذیرایی کمک کنند ولی عملا از شرکت در مناسک و آمیزش با مهمانان تفره می روند. چهار وقت گذرانی ها وقت گذرانی ها در زمینه های گوناگون و به نسبت زمان و مکان به اشکال متفاوت صورت می گیرند. به همین جهت از نظر پیچیدگی متنوع هستند. با وجود این اگر تبادل را واحد آمیزش اجتماعی در نظر بگیریم می توانیم از میان موقعیت های مناسب آنچه را وقت گذرانی ساده نامیده می شود مشخص کنیم. وقت گذرانی را می توان بدین نحو تعریف کرد رشته ای تبادل نیمه تشریفاتی ساده و مکمل که بر محور موضوعی ساده دور می زند و هدف از آن نیست ساخت دادن به زمان مشخصی از زندگی است آغاز و پایان این مدت معمولاً با علائم مناسک یا رویه ها مشخص می شود. این رشته تبادل به نحوی اجرا می شود که هر یک از طرفین بر اساس قدرت انتباغش بیشترین بهره یا امتیاز را در این زمان کسب کند. هرچه قدرت انتباغ فرد بیشتر باشد، بهره گیری و امتیاز او بیشتر خواهد بود. وقت گذرانی ها نوعا در مهمانی ها یا گرد همایی های اجتماعی اجرا می شود و یا در مواقعی که گروهی در انتظار شروع منسکی هستند و این انتظار برای شروع همان ساخت و پویایی مهمانی ها را دارد وقت گذرانی ها ممکن است به شکل گپ های دوستانه باشد و یا به شکل جدیتری درآید و مثلا به بحث و مجادله تبدیل شود معمولا مهمانی های اسرانه پرجمعیت به صورت نمایشگاهی برای این گونه وقت ها در می آید. چند نفر در گوشه ای از اتاق با بازی انجمن خانم و مدرسه وقت گذرانی می کنند. در گوشه دیگر همایش روانپزشکی پاس، در گوشه سوم صحنه نمایش تا حالا فلانجا بوده ای یا فلان کس چه شد برقرار است و در گوشه چهارم هم عده مشغول گپ زدن درباره شرکت جنرال موتورس هستند دوروبر بوفه هم همیشه پر از خانم هایی است که با حرارت سرگرم صحبت درباره لباس و آشپزخانه هستند اگر ده دوازده مهمانی و گرد همایی مشابه را نیز که در همان زمان در نواحی دیگر جریان دارد بررسی کنیم می بینیم که جز تغییر چند اسم فرق زیادی با هم ندارند و همین سان در سطح دیگری از جامعه وقت گذرانی ها در گرید همایی های مشابه با شکل و ساختی دیگر روال اکسانی دارند. وقت گذرانی ها را می توان به روش های مختلف طبقه بندی کرد. عوامل برونی معمولاً مبنای اجتماعی دارند. جنسیت، سن و تحول عوامل فرهنگی نژادی یا اقتصادی. صحبت درباره شرکت جنرال موتورز و اینکه در ورزش چه کسی برنده شد هر دو گپ های مردانه و و آشپزخانه و لباس معمولا گپ های زنانن. گپ زدن درباره روابط بیشتر به دوران بلوغ مربوط می شود حالان که آثار پیری با وقت گذرانی بر سر ترازنامه مشخص می شود انواع دیگر این طبقه که همه تحت عنوان کلی به راجی می آیند عبارتند از چطور باید کاری را کرد که وقت گذرانی مناسبی است برای پر کردن زمان مسافرتی کوتاه با هواپیما یا چقدر میارزد که بازی محبوبی سرگوشه بارها و قهوه خانه های سطح پایین تا حالا فلان جا بوده ای جایی که از آن خاطره خوب داری که اغلب پیرها به خصوص کسانی که در شغلشان زیاد سفر کردند آن را بازی می کنند فلان کس را می شناسی که برای آدم های تنهاست فلان کس چه شد که اغلب کسانی که در کسب و کارشان موفق بودند یا به فلاکت افتادند اجرا می کنند. صبح روز بعد از شب میگساری و مارتینی طرز درست کردن پلان مشروب که این دوتای آخر مخصوص سنخ خاصی از مردان جوان جا طلب و فعال در فرهنگ غرب است. تقبندی ساختی تبادل در مورد وقت گذرانی ها بیشتر جنبه شخصی دارد. وقت گذرانی انجمن خانه و مدرسه ممکن است در سه ساعت بازی شود در سطح کودک کودک این وقت گذرانی شکل با والدین بچه کار کنیم را به خود می گیرد. در سطح بالغ بالغ این وقت گذرانی را مادرهای تحصیل کرده و کتاب خانده بازی می کنند. در مورد آدم های مسنتر ممکن است شکل اصولی و قاطع والد والد خطاهای شباب را داشته باشد. بعضی زن و شوهرها بهش بگو عزیزم را بازی می کنند که در آن زن والد است و شوهر مثل بچه های خوب و حرف گوش کن هر کاری زنش بگوید می کند مامان ببین چه ساختم وقت گذرانی مشابهی در سطح کودک والد است که ممکن است در هر سنی بازی شود و همچنین ممکن است به دیگر خسته شدم تبدیل شود تغیبندی بندی و گذرانی ها از دیدگاه روانشناسی قابل توجه تر است. به طور مثال وقت گذرانی های انجمن خانه و مدرسه و روان پزشکی ممکن است در انواع برونفکن یا درونفکن انجام شوند. تحلیل نوع برونفکن انجمن خانه و مدرسه در شکل شش الف در سطح والد والد بر اساس مثال زیر نشان داده شده است. الف تمام کارهای بد بچه ها به علت طلاق و جدایی در خانواده هاست ب دلیلش فقط این نیست امروزه در خانواده های بی سر و صدا هم مثل سابق به بچه ها اخلاق و رفتار صحیح یاد نمی دهند انجمن خانه و مدرسه از نوع درون فکن در سطح بالغ بالغ ممکن است به این شکل باشد ج من اصلا برای مادر بودن ساخته نشده ام د بله هر قطع هم سعی کنی باز آنطور که دلت میخواهد تربیت نمی شود و مدام از خودت میپرسی درست بارشان آوردم یا نه یا کجا اشتباه کردم وقت گذرانی روان پزشکی از نوع برونفکن شکل بالغ بالغ به خود می گیرد. هه، فکر می کنم به علت نوع ناکامی کلامی ناخداغا هست که این کارها را می کند. و اما تو انگار حالتهای تاجمیت را تحت سلطه داری شکل ششبه وقت گذرانی روانپزشکی از انواع در را به شکل بالغ بالغ نشان می دهد ز به نظر من آن نقاشی نماد مخشوش بودن است ه در مورد من نقاشی یعنی راضی کردن پدرم وقت ها علاوه بر ساخت زمان و فراهم کردن تبادل نوازش ها نقش گزینش اجتماعی را نیز برای طرفین ایفا می کنند در جریان هر وقت گذرانی کودک درون هر بازیگر بازگابت مراقب کودک درون دیگر بازیگران است در آخر مهمانی هر شخص بازیگری را انتخاب می کند که مایل است بیشتر ببیند و دیگران را ترد می کند صرف نظر از اینکه در طی مهمانی آنها چقدر ماهرانه یا به خوبی با هم وقت گذرانی کرده باشند فرد انتخاب شده ممکن است از نظر شخص همان کسی باشد که در روابط پیچیده تر یعنی بازی ها با وی همراهی می کند. این روش انتخاب هر اندازه هم خوب و منطقی اجرا شود در عمل ناآگاهانه و غریزی است. در جریان انتخاب بالغ در مواردی خاص بر کودک غلبه می کند. مثلا یک بازاریاب بیمه که به خوبی بازی وقت گذرانی اجتماعی را آموخته است ضمن بازی مبالغ ضمن بازی بالغ او کاملا هوشیار است تا اشخاصی را که بعدها بیشتر مایل به دیدارشان است انتخاب کند در مورد چنین شخصی استعداد فراگیری بازیها در جریان انتخابش اصلا دخالت ندارد زیرا وی بر اساس عواملی جانبی مثلا در این مورد امکانات مالی فرد انتخاب خود را انجام می دهد. با وجود این وقت گذرانی ها ویژگی های خاص خود را حفظ می کند. مثلا گپ مردانه و گپ زنانه هرگز با هم مخلوط نمی شوند کسانی که سخت مشغول وقت گذرانی تا حالا فلانجا بوده ای هستند از کسی که بخواهد بازی چقدر می یا صبح روز بعد را پیش بکشد حوصلهشان سر می رود. یا کسانی که سرگرم بازی انجمن خانه و مدرسه برون هستند بعدشان می آید. کسی با بازی انجمن خانه و مدرسه درون پکن وارد وقت گذرانی آنها شود در حالی که این مورد به خصوص برعکس موارد بالا اشکال زیادی ندارد. وقت گذرانی ها همچنین اساس انتخاب آشنایی ها را شکل میبخشد و ممکن است به دوستی بینجامد، در گرد همایی چند خانم خاندار که هر روز صبح در خانه یکی جمع می و ضمن صرف قهوه وقت گذرانی شوهر خطاکار را بازی می کنند اگر هم سایه تازه واردی بخواهد بازی شوهر من هست را اجرا کند طبیعی است که باوی رفتار سرد داشته باشند وقتی همه آنها پهلوی هم نشستند و با حرارت از بدجنسی های شوهرشان حرف میزنند چه کسی حق دارد بیاید و بگوید شوهر من ماه است این جدا باعث ناراحتی است و آنها زیاد معطلش نمی کنند بنابراین در یک مهمانی اسرانه نیز اگر کسی بخواهد از گوشه به گوشه دیگر برود یا باید به وقت گذرانی محل تازه بپیوندد و یا اینکه با دقت موضوع را به مجرای تازه بیاندازد البته میزبان خوب همیشه موقعیت را در اختیار دارد و به موقع برنامه را تعیین می کند. ما داریم انجمن خانه و مدرسه برونپکن را بازی می کنیم. عقیده شما چیست؟ یا شما دخترها چقدر لباس بازی می کنید؟ آقای ت سیاست مدار یا نویسنده یا جراح هستند و من مطمئنم بدشان نمی آید. مامان ببین چی ساختم را بازی کنند. اینطور نیست آقای ته؟ امتیاز مهم دیگری که از وقت گذرانی ها به دست می آید تایید نقش خود انسان در اجتماع و تحکیم وضعیت اوست بدین ترتیب که در وقت گذرانی انجمن خانه و مدرسه برونپکن پکن یک بازیگر ممکن است نقش پدر یا مادر خشن را ایفا کند دیگری نقش پدر یا مادر پیروی قانون سومی نقش پدر یا مادر آسانگیر و چهارمی نقش پدر یا مادر کمک کننده هر چهار نفر بیانگر تجربه حالت من والد هستند ولی هر کدام خود را به نحوی متفاوت معرفی می کنند. نقش هر یک از آنها به شرط آنکه تصویت شده باشد مورد تأیید قرار می گیرد. یعنی اگر نقش او در مخالفت اصولی و یا خیلی شدید با نقش های دیگران نباشد یا چنان که مخالفت او مورد تأیید و نوازش گروه خاصی قرار گیرد تایید نقش هر فرد وضعیت شخصی او را تثبیت می کند. و این امر امتیاز وجودی وقت گذرانی نامیده می شود. وضعیت بیان ساده و قابل پیشبینی امری است که بر کل تبادل فرد تأثیر می گذارد و در دراز مدت بر تمام سرنوشت او و حتی سرنوشت فرزندان و بازماندگان او نیز تأثیر می گذارد. وضعیت ممکن است کم و بیش مطلق و همیشگی باشد وضعیت های تمام بچه ها بدند، بچه های دیگران بدند، تمام بچه ها غمگینند و تمام بچه ها زجر می کشند در وقت گذرانی انجمن خانه و مدرسه برون فکند معلف این گونه وضعیت های تصویر شده است. این وضعیت ها به ترتیب نمایانگر نقش های والدین خشن، پیرو قانون، آسانگیر و کمک کنندند. در واقع وضعیت قبل از هر چیز به وسیله بازخورد بازخورد ذهنی که خودش به وجود می آورد ارائه می شود و با این بازخورد است که فرد تبادل های سازنده نقشش را پذیرا می شود جالب این که وضعیت ها در مراحل اولیه زندگی یعنی از دومین سال و حتی سال اول زندگی تا هفت سالگی تشکیل و تثبیت می شوند. یعنی به هر حال سالها قبل از آن که فرد دارای فهم و شعور و تجربه کافی برای اتخاذ چنین تصمیمهایی هایی باشد با مطالعه وضعیت بازخورده هر شخص می توان چگونگی دوران بچگی وی راحت حد زد تا وقتی که عامل تغییر دهنده دخالت نکند فرد تمام عمرش را کم و بیش صرف تثبیت این وضعیت و دفاع از آن در مقابل موقعیت های تغییر دهنده می کند از این گونه موقعیت ها دوری می کند اجزایی را پنهان می سازد و یا آنها را به نحوی دستکاری می کند که از حالت تهدید به حالت توجی تغییر یابند یکی از دلایل یک نواختی وقت گذرانی ها کاربرد آنها در اهدافی این چنین یک نواخت است اما منافع حاصل از آنها نمایانگر آن است که چرا مردم به چنین وقت گذرانی هایی راقبند و چرا وقتی یک وقت گذرانی توسط اشخاصی که وضعیت ثابت دارند بازی می شود مطبوع و نوازش دهنده است وقت گذرانی را گاهی مشکل می توان از فعالیت تمیز داد و اغلب ترکیبی از هر دو اتفاق می افتد. بیشتر وقت گذرانی های عادی مثل جنرال موتورس شامل جنبه هایی است که روانشناسان آن را تبدیل های پایو و پیرو چند جوابی می نامند. الف منتبورد پلیموت را بیشتر از فورد شبرلت پلیموت دوست دارم چون ب وای من ترجیح می دهم به جای فورد شبلت و پلیمورد سوار فورد شبلت پلیمورد شوم. واضح است که در گپهای های چنین یک نواخت و قالبی احتمالا اطلاعات سودمندتری نیز و بدل می شود. چند وقت گذرانی معمول دیگر هم قابل ذکر است. من هم همینطور. معمولا برگردانی است از بازی وحشتناک نیست چرا فلان را نمی کنند بیشتر بین زنهای خاندار رواج دارد خب پس ما هم یک وقت گذرانی کودک کودک است بیا برویم دنبال چیزی یا کسی یا تفریحی به وسیله نوجوانها یا پای پا به سن گذاشته ها پا به گذاشته های ناباب بازی می شود.